une négociation qui se fait dans le dos de شبیه سازی نشست نروژ از سوی این اعتراض کنندگان افغانستانی اینجا در پاریس در چند قدمی سفارت نروژ. اعتراضی متفاوت به آدرس نروژ و میزبانی این کشور از هیئت گروه طالبان، گروهی که به باور این جمع تروریستند و سزاوار حاکم شدن بر مردم افغانستان نیستند. پیش سفارت نروژ آمدیم به خاطر از این که به تمام جهانیان بگویم که جا دادن و میزبانی کردن از طالبان به معنای جنایت است، به معنای جنایت به مردم افغانستان، جنایت به انسانیت و جنایت به خانمایی که در کابل رو در روی طالبان می جنگند و جانشان در خطر هستند. این جمع معترض همصدا با زنانی که در افغانستان پیشگام حق طلبی شده اند، خواهان حمایت از حقوق زنان، صلح، آزادی و برابری هستند. اعتراض می کنند تا مانع روند شوند که به قول این گروه روند عادی سازی و سفید سازی طالبان برای قبولاندن این گروه بر مردم افغانستان است. از نگاه ارزش ها نروژ با طالب هیچ چیز قابل تقسیم نداره. تنها چیزی قابل تقسیم است مودیست و پول است و درآمد است. فرانسوی ها نیز آمدند تا با این جمع همصدا شوند، همانند این سناتور فرانسوی که میگوید نه به طالبان قدیم و نه به طالبان جدید باور دارد. À la reconnaissance des talibans pour que ce régime tombe le plus vite possible grâce aussi aux pressions de la communauté internationale. هرچند اعتراض این جمع در واکنش به نشست اسلو است، اما پیامشان به تمام کشورهای اتحادیه اروپا است. باورمندند که نشست اسلو گام نخست روندی بود که سفیدسازی و مشروعیت بخشی به طالبان را در پی خواهد داشت. این را باید کشور نروژ که چند روز پیش میزبان گروه تروریستی طالبا بودند و همچنین اتحادیه اروپا این را بفهمد که باید آخرین باری باشد که گروه تروریستی را دعوت میکنن و ازشان رسما میزبانی میکنن. نه تنها میزبانی، حتی در هیچ جلسات رسمی طالبا دیگر نباید حضور داشته باشند و دوباره به لیست سیاه تروریستی برگردند. اخیرا نروژ از یک هیئت طالبان که در رأس آن وزیر خارجه طالبان بود برای نشستی سه روزه دعوت کرده بود. هرچند نروژ گفته که این نشست به معنی مشروعیت بخشی به طالبان نبوده، اما ظاهرا دعوت طالبان به چنین سفرهایی خشم شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است.